سلام دوستای گرامی، به درس 18 آرخ خوش آمدید. دزی به ادامه فنکشن ها در درس گذشته ما فنکشن یا عملکرد شرطی رو خواندیم. به ادامه زوم امروز برای شما اف یعنی شرط دیگه، اف یعنی اگر، else در غیر صورت، else if. استیتمنت هایی هست که زیادتر در آر استفاده میشه و در دیتا ساینس وقتی که ما چی کنیم در حقیقت چی را استفاده کنیم. آر استفاده کنیم در بخش دیتا آنالیز ما این را 100% نیاز داریم. خب ما آر را باز کردم. ای اف الس استیتمنت چیکار میکنه؟ معمول اف الس میگن، میگه که استیتمنتی هست که برای for the developer trying to return an output based on a condition. In R the syntax is like this. میگه این بسیار یک تولز خوب است برای دیولپرها، کسایی که مثلا پکیج میسازن یا معمول یک فانکشن درست نوشتن میکنیم که شرایط داشته باشه، بسیار مثلا مؤثر است. به چه شکل کار میده؟ ما اف میگذاریم، اگر کاندیشن میگذاریم، مثلا میگیم اگر وریابل مو مساوی اگر کوچکتر از این عدد بود اینی کار کنین، اگر کوچکتر نبود این کار کنین. این مثل کاندیشن هست. یک مثال بسیار ساده برزی بیتیم. مثلا شما در محیط آر چی کار میکنین؟ مثلا یک کسی را میگین که شما برین در یک کتاب فروشی، اگر کتاب ریاضی مقدماتی را پیدا کردی دو جلد ازی بخر، اگر کتاب مثلا ریاضی مقدماتی را پیدا نکردی خیره، مثلا کتاب ریاضی پیشرفته هم صحیح هستن. حالا اکسپریشن اول که مثلا دو جلد کتاب مقدماتی بخر، اگر در صورتی نبود کتاب ریاضی پیشرفته بخر. به این شکل حالا ما این را در چی؟ در کود اینجا چی میکنیم؟ تطبیق میکنیم که else if هم اضافه میشه که ما چندین شرط میگذاریم اگر در صورت ما شرایط زیاد داشته باشیم. مثلا میگیم که کتابخانه رفته، اگر ریاضی مقدماتی رو پیدا کردی چند جلد بخر، و در غیر صورت اگر کتاب ادبیات هم پیدا کردی else if استفاده میکنیم، ایرم بخر. اگر پیدا نشد کتاب ادبیات مثلا کتاب ریاضی پیشرفته ره. اگر در صورت مثلا زیاد شرایط بگذاری شاید کسی بر شما نخره، بگه که مثلا شرایط شما زیاد است، یعنی شرایط زیاد گذاشتیم، کاندیشن زیاد. ولی آر من مطمئن انجام میده. مثلا ما یک دیتا داریم، دیتا یا به هوای مثلا فانکشن نوشته میکنیم، میگیم که اگر در صورت نویت دیتای ما به این شکل بود ایره بگیر، مثلا این فانکشن انجام بده. اگر تایپش مثلا اشتباه بود برش ایرور بده که تایپش اشتباه هسته. else if یعنی چندین نو شرایط ریز میگذاریم. به چه شکل کار میده؟ شروع میکنیم کاندیشن، این کاندیشن مثلا آیا نویت دیتا به این شکل هست؟ yes میای به این طرف، یعنی در حقیقی کار انجام بده که اینجا ما میگیم. و اگر در صورت کاندیشن برابر نبود، اگر مثلا میگیم x بزرگتر از 10 هستن، بله میای مثلا بگیر جمع دو کو، نو از این طرف بگیر منفی دو کو و نتیجهش برگردن. مثل مثلا نمونه کود اینجا هستن، مثلا میگه که اگر در صورت چی هستن کوانتیتی، حالا کوانتیتی را مثلا در اینجا گذاشته، کوانتیتی را اساین کرده 25، اگر کوانتیتی ما از بزرگتر از 20 بود اینجا نوشته کن که you sold a lot، غیر صورت نوشته کن not enough for today. حالا میرم چرا اینجا انجام میدیم. خب میرم میگیم که یک نام بذارم، مقدار نوشتن میکنیم. مثلا شما در کتاب فروشی کار میکنین، مقدار میگیم که چند؟ 25. مثلا 25 تا کتاب فروختین، مقدار. حالا میگیم که کاندیشن نوشتن میکنیم، اف بین قوس کاندیشن، اگر مقدار ما بزرگتر چیک شد لامی کوچیک و بزرگ کجا شد؟
حالا شد اگر مقدار ما بزرگتر از 20 بود در این صورت قوس چی باز میکنیم؟ قوس منحنی باشه. قوس منحنی باز میکنیم اگر مقدار ما بزرگتر از 20 بود. اینجا نوشته کنم بزرگتر از 20 بود، نوشته کن که امروز فروش خوبی داشتید. else غیر از صورت چی else باز با قوس منحنی باز غیر از صورت اگر کوچکتر از 20 بود. فروش امروز شما کافی نیست. حالا فانکشن انجام داده، ببین بر ما اینجا چی کردن، پرینت کردن امروز فروش خوبی داشتیم. مثلا ببینیم در اینجا چی رقم، ببینیم اینجا به شکل چی کردن. مثلا اگر چی کنیم، یعنی شرایط گذاشتیم، دو تا شرایط، چون حالا 25 اگر امروز فروش خوبی داشتید، مثلا اگر یه چی باشه 15 باشه، مثلا حالا چون مقدار ما بزرگتر از 20 نیستن، شرایط دوم چقدر فروش امروز شما کافی نیست. خب else if statement یا else if که اینجا هستن، ما این کاندیشن یک هستن، کاندیشن دوم، کاندیشن سوم، به همین شکل میتونیم کاندیشن خیلی متفاوت. خود multiples condition. حالا مقداری که ما اونجا داریم، مقدار میگیم که روی هر چیز دیگه، F بین قوس کاندیشن نوشته میکنیم، روی مقدار، روی مقدار نوشته میکنیم. اگر در صورت مقدار ما کوچکتر از 5 بود، نوشته کنین که خیلی کم هست. شما هر چیز، ما بعدا روی آرگومنت هم میاییم، نوشته میکنیم else if. اگر در صورت else if، اگر در صورت مثلا مقدار ما کوچکتر از 10 بود، نوشته کنیم که متوسط هست. بعدن میتونیم بعدن کاندیشن خود اضافه کنیم، بازم else if، یعنی باز اگر در صورت کاندیشن داشتیم else if، بعد قوس چی بگذاره، نه قوس بگذاره کاندیشن شد. اگر مقدار ما کوچکتر از 20 بود، بین قوس چی نوشته کنیم که قوس منحنی، نوشته کنیم که خوب هست. مثلا اگر این اعداد نبود، یعنی مقدار ما مثلا غیر این شرایط اگر نکرد، یعنی غیر از شرایط اگر پورا نکرد else، نوشته میکنیم که فکر کنم عدد شما شامل هیچ یکی از شرایط نیست.
خب، حالا مقدار میتونیم دوباره اسایم کنیم. اینجا مقدار در بالا نوشته کردیم، میتونیم کیره بعدا اینجا بیاریم. مقدار 15 هسته. اینی 15 از کوچکتر از 20 بود خوب هستن. این نوشته کنن خوب. اگر مقدار از زیر مثلا 2 بگذارم، 2 رن کنم، خیلی کم هست. به خاطری که اینجا میبینه مثلا کدام چی هستن، یعنی کوچکتر از 5 ای کاندیشن میده. مثلا بگیم 8 متوسط هستن. مثلا 20 نوشته کنیم. ببینین، فکر کنم عدد شما شامل هیچ یک از شرایط نیست. شما میتونین به شکل چی نوشته کنین؟ در حقیقت یعنی فانکشن نوشته کنین در داخل فانکشن که مثلا به عنوان یک فانکشن بعدا استفاده بتونین. مثلا ما کوشش میکنیم که در داخل فانکشن برش ما بنویسیم. فقط دو شرایط مثلا کستوم، یک نام میگذارم فانکشن خدا، میگم که روشن فانکشن نوشته میکنیم. اگر دیرم روز دیگه خوندیم فانکشن ما چی هستن، دیتا، یعنی دیتا رو وارد میکنیم. اگر دیتا وارد شدن برای ما چیکار کن؟ در این صورت نوشته میکنیم که F F نوشته میکنیم، میگم دیتا کوچکتر از 10 بود برای ما نوشته که عدد خوبی هست. یک چیزی که مثلا پیش الز الز عدد بزرگ هست. خب حالا فانکشن رو داریم، میریم میگم فانکشن خود استفاده میکنیم دیگه، نه از نداریم که تغییر بیتیم، یک عدد میتیم باید به فانکشن کستوم عدد در میدیم. خب ما چون گفته بودم کوچکتر از ده، یعنی نگفتم مسئولی بدن، عدد بزرگ هست. مثلا شما میتونیم یه تغییر بتیم بگیم عدد 20 عدد بزرگ هست. مثلا 8 نوشته کنم، عدد خوبی هست. یعنی شما فانکشن دارین، بعدا هر چیزی که وارد ازی کنین اوتومات برای شما چی میکنه؟ برگردان میکنه. شما این رو پرینت به خاطر گفتم که مثلا شما یاد بگیرین که به چه شکل مثلا ما کندیشن بگذاریم. مثلا اینجا اگه الس اف بگیریم، یک کندیشن دومی الس اف کدام؟ همین دیتای وارده ما بزرگتر از ده باشه، دزی شدت عدد بزرگ تا عدد مثلا نشتکن عدد بزرگ هست. باز else if یا کندیشن دیگه میگیریم، میگیم که اگر در صورت دیتای ما بزرگتر از 20 بود در بین
Kaos bölme şekli diye devam etti. İn adat az hesap hariç hast. Yak çizgi de fikir şuma biraz. Ve else, ahiri else megzerim. عدد شناسایی نشد. حالا فانکشن داریم. عدد خوبی است. کدام یعنی کوچکتر از ده هست؟ این پرین کردن. میریم بگیم که 15. ببینیم عدد فارسی را قبول میکنه؟ نه. نه. شناسایی نمیشه. خب عدد بزرگ هست. ما گفتیم چون از دهگه بزرگ بود else if اگر ای رو پرین کن یعنی دیه بین از این قوسی بزرگ به می شکل اگر از 20 بزرگ بود 25 نوشته میکنیم یعنی همیشه اگر بزرگتر از ده بود عدد بزرگ هست. فکر میکنم چون بزرگتر از ده میتونه 25 هم باشه. همراه از این کانفلیکت داره. اینه به این شکل نوشته میکنم که اگر کوچکتر از کوچکتر از 15 بود به این شکل باشه. این عدد 25 حالا یه عدد از حساب خارج است یعنی از 20 که هر چیز بزرگ باشه به اون شکل میه حالا چون این کار نمیده به خاطر که ما هر عدد نوشته کنیم یعنی کاندیشن ما ترو میشه اگر در صورت نوشته کنیم به شکل که یه کوچکتر از 20 باشه حالا 25 عدد برفرض چی هست؟ عدد شناسایی نشد چون عددی که ما دادیم اینجا چی هستن؟ 25 هستن ما کوچکتر از 20 در عددی چی میکنیم؟ این عدد از حساب خارج هستی باید باشه مثلا 18 به شکل این عدد از حساب خارج هست گیمه و 30 باشه به شکل خب این conditional function ما به این شکل مگه مثال به شما دادم این میتونه به شکل باشه اینجا مگه مثال داده البته شما را گیج نکنه یک چیزی به نام کت استفاده کردن کت یعنی پرین کنن در حقیقت پرین کردن حالا ببینین وقتی ما پرین میکنیم با چی میان با دبل کتشن میان شما میتونین که پولوی از یا کت استفاده کنین در حقیقت اینجا هم کت استفاده میکنیم در حقیقت پرینت میکنیم بدون دبل کوتیشن ببینین دیگه دبل کتشن نداره اعتماد پرین میکنه در شما کت اگه اضافه کنه خب شما اگه در چی بیایین مثلا در صحیح ریموت سنسینگ بیایین مثلا ایر کوالیتی مگه دیتا داره بنام ایر کوالیتی شما میتونید روی از این چی بگذارین مثلا کاندیشن بگذارن اگر دیتای ما به این شکل بود به این شکل انجام بدین مثلا اگر دیتای ما بزرگتر از صفر بود
نمیفهم یک کار یک عملی روش انجام بده. مثلا میگیم که if air quality مثلا temperature مثلا بالای 20 باشه، فقط چی کنین؟ یعنی کت برای ما پرین که it's too hot. خب ببینیم که تمپریچر از چیست. اها میتونیم بگی که خب حالا ما مثلا جمعی تمپریچر را استفاده کردم که مثلا بزرگتر از 20 باشه برای ما پلین کنید تو هات، ولی به خاطر که نمونه خوب ندارم من در درس های آینده برای شما تشریح خواهم کرد که مثلا چطور میتونید برای فانکشن سازی چیز دیگه ای اف الس و اینا رو استفاده کنید. این در فکر شما باشه نیاز شما میشه، خیلی جاها استفاده میشه وقتی شما پکیج آرجر میکنین از استفاده میکنین. مثلا نوشته میکنین اگر دیتای ما جی پی جی هسته استفاده کنن، اگر در صورت نبود بر ما نوشته کنن ایرور ای چی هستن در حقیقت کار نمیده که ایرور رو میگیرین در حقیقت استفاده همزی فانکشن رو نوشته میشه. ای بود درس چی میگه عمل کرده شرطی یا شرایط در حقیقت کار با شرایط که می اگر در صورت شرایط با چندین یک نوع شرایط و با چندین نوع شرایط میتونیم بگوییم. بخیر باشین تا درس بعدی، خدا نگهدارتون.